أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آیه 24 سوره مبارکه انفال. در این آیه شریف خداوند متعال خطاب به اهل ایمان می‌فرمان: ای اهل ایمان، هنگامی که خدا و رسول خدا شما رو به حقایقی که حیات معنوی و زندگی واقعی می‌بخشد دعوت می‌کنند، اجابت بکنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل و مانع می شود و مسلماً همه شما به سوی او جمع خواهید شد. اول خطاب به اهل ایمانه که کسانی که ایمان آوردین، اونچه که خدای متعال امر می کنه و پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه امر میکنه و شما خدا و پیامبر الهی رو تصدیق کردید، دعوت او رو اجابت بکنید، یعنی امر خدا رو اطاعت کنید، امر رسول خدا رو اطاعت کنید. استجیبوا لله، فرمودن این لام لام اختصاصه، یعنی فقط از خدا و از رسول خدا اطاعت بکنید و از اون کسی که خدا و رسولش انتخاب کردند پیروی بکنید. لذا اگر کسی خودش رو امام بخونه، قبول کردن و اجابت دعوت او در واقع اجابت دعوت از شیطان. امام رو خدا و رسول باید انتخاب بکنه. لذا فرمودن اگر کسی به گوینده ای گوش فرا بده، مثل اینه که او رو عبادت کرده. اگر او سخن خدا رو بگه، در واقع او عبادت خدا رو کرده، و اگر سخن شیطان رو بگه، در واقع او عبادت شیطان رو کرده. من اصغا الى ناطقن فقط عبده، گوش دادن به متکلمی گوینده ای در واقع عبادت اوست، بندگی اوست. لذا تو روایت داریم دعوت خدا و رسول خدا به ولایت و امامت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که در مسیر او باشید، از او اطاعت بکنید تا رستگار بشید. اذا دعاکم، هنگامی که شما رو دعوت میکنن، دعوت کننده رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، و دعوت از جانب پروردگار متعال. لما یحییکم، تا به شما حیات طیبه بده، حیات معنوی بده، به شما زندگی ببخشه. سوال: آیا ما قبل از اطاعت از خدا و رسول خدا و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین مرده بودیم؟ بله، انسان در سایه اطاعت الهی
و رسول خدا و ائمه معصومین حیات طیبه پیدا میکنه و الا دوران جاهلیت اهل جاهلیت حیاتی نداشتن، اونها زندگیشون طیب و پاک و پاکیزه نبود، لذا در تاریکی زندگی میکردن. زندگی در پرتو اطاعت از اولیای الهی نور روشناییه و الا اطاعت از بت و بت پرستی و هوای نفس تاریکی و ظلمت. یا ایها الذین آمنو، خطاب شده به کسانی که اهل ایمانن. خب اهل آنهایی که اهل ایمان نیستن چطور؟ فرمودن اهل ایمان کسانی هستند که قابلیت هدایت دارند، اما کفار اگرچه اعمال صالح انجام میدن، کارهای خوب و پسندیده انجام میدن، چون ایمان ندارن لذا کارهای شایسته اونها به اونها نفعی نمیده. با یه مثال مطلب روشن میشه. وقتی که زمان خوندن نماز و اقامه نماز میرسه، شرط صحت نماز وضوئه. اگر کسی طهارت نداشته باشه، وضو نداشته باشه، نماز هم بخونه اون نماز از او قبول نیست. ایمان شرط صحت اعماله. اگر انسان ایمان به خدا و رسول خدا و اوصیای الهی داشته باشه، اونگاه اعمالش پذیرفته میشه و الا اعمالش پذیرفته نمیشه. پاسخ به این دعوت الهی که از پروردگار متعال و رسول گرامی اسلام اطاعت بکنیم و دعوت اون شخصیت بزرگ و نورانی اول عالم، اسباب حیات طیبه و حیات ابدی میشه. هم اعضای ظاهری انسان مثل چشم و گوش و سایر اعضا و جوارح نورانی میشن و هم جوارح باطنی مثل عقل و نفس و سایر قوای باطنیه، و انسان متخلق میشه به اخلاق الهی در اثر اطاعت. بعد در پایان آیه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، این اشاره به اینه که عجله بکنید در اطاعت از پروردگار متعال، چون ممکنه هر آن انسان حیاتش پایان بگیره و استمراری در حیات نباشه. شخصی از یمن میاد مکه مکرمه که محضر مبارک پیغمبر اکرم، مشرف به دین اسلام بشه، موحد بشه، مسلمان بشه. یکی از رفقاش در شهر مکه میگه پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه شراب رو حرام کرده و چون من میدونم شما شرب خمر میکنی، اگر مسلمان بشی دیگه نمیتونی که شراب بخوری، لذا پشیمان میشه، میگه بر میگردم سال دیگه اسلام میارم. در تاریخ داریم این شخص میره به امید اینکه سال بعد بیاد ایمان بیاره، ولی در بین سال از دنیا میره و کافر از دنیا میره. لذا ما هم باید عجله کنیم. انسان نمیدونه پایان حیاتش کیه. هر آن ممکنه انسان حیاتش پایان بپذیره. خیلی وقتا جوانتر از افراد جوان کسانی هستن که از دنیا میرن. گاهی تو سنین پایین جوانی، گاهی وسط میان سالی، گاهی در پیری. به هر حال عمر ما به دست پروردگار متعاله، لذا خود خدا می فرماد
عجله بکنید. این مقدمه برای پاسخ به سوالهایی که تو این زمینه رسیده. سوال کردن بعد از عرض سلام که تازگی نامزد کردم، قبلا نسبت به همسرم علاقه شدیدی داشتم، الان به دلیل بی‌تفاوتی های او بی‌توجه شدم بهش، خواسته که راهنمایی بشه. اولا بر هر زن و مرد لازمه که نسبت به وظایف و حقوق یکدیگه آشنا باشن، چون ما نسبت به همدیگه یک حقوقی داریم. خوبه تو این زمینه انسان کتابهایی که آیین همسرداری بیان شده، به دست علما و بزرگان نوشته شده، اونها رو مطالعه بکنه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مطالعه کنه تا به وظایف خودش آشنا بشه. دوم اینکه خوب انسان تقسیم کار بکنه، کارهای خارج منزل به عهده زوج و شوهر و کارهای داخل منزل به عهده همسر و خانم باشه. محبت ورزیدن و به هم محبت کردن اساس زندگی رو تقویت میکنه. احترام متقابل. درسته الان این دو نفر محرم اسرار هم شدن، اما این مانع از این نیست که به همدیگه احترام بذارن. همیشه انسان نسبت به دیگران باید احترام داشته باشه. و آخرین نکته، بدون مشورت هیچ کاری رو انجام ندن. مشورت استحکام زندگی رو بیشتر میکنه، تفاهم و مشاوره کردن با همدیگه. سوال کردن اگر زن و مردی نامزد کردن، هدایایی به هم دیگه دادن، در صورتی که نامزدی به هم بخوره تا چه تاریخی از به هم خوردن میتونن استرداد کنن اون هدایا رو پس بگیرن؟ جواب اینه، هدایایی که شوهر بعد از عقد و خطبه عقد به زن هدیه داده نمیتونه پس بگیره، این یکی. و آنچه خانواده شوهر هدیه دادن و عین اون موجوده، یعنی گاهی یه چیزی رو میدن که اون هدیه مصرف میشه، استفاده میشه، دیگه وجود نداره. خانواده شوهر آنچه رو که هدیه دادن اگر عینش موجوده و اونها با عروس خانم نسبت فامیلی ندارن، میتونن پس بگیرن. پس اگر عینش موجود نیست یا فامیل هستن با هم دیگه، حق پس گرفتن ندارن. باز سوال شده، از کشور کانادا سوال کردن که خانومی که دختر خانم من، سوال میکنه چرا خالکوبی نباید انجام بدم، در عین اینکه همسرم هم ازم میطلبه و همیشه اصرار داره که دلیل هر چیزی رو بدونه. حالا ما یه جوری او رو توجیه کردیم ولی او قانع نشد. ببینید، خالکوبی در اسلام مکروهه. مکروهه یعنی ضرر داره، از نظر پزشکی هم اثبات شده برای قلب ضرر داره و ایجاد بیماری های دیگه میکنه. لذا خالکوبی این کراهت داره، حرام نیست، به شرط اینکه اگر خانم خالکوبی رو در صورت کرد و جنبه زینت داشت، باید او رو از نامحرم بپوشه، چون زینت حساب میشه. بله، خالکوبی دو قسمه. یه قسم داریم موقته که میچسبونن به روی صورت یا اعضا، اگر چسب باشه و مانع وضو و غسل بشه که جایز نیست. اما اگر به نحو تزریق و خالکوبیه، جایز، اشکال نداره، ولی کراهت داره، بهتره که انسان انجام نده به نفع خودش.
آقا پسری 16 ساله سوال کردن که علاقمند به یکی از دخترهای فامیل خودمون هستیم که هم مؤمنه هم همسن و سال منه. این موضوع رو ما پدر و مادرم در میون گذاشتم و اونها گفتن وقتی بزرگ شدی الان وقتش نیست و من میترسم که اگر بزرگ شدم چون او دختره زودتر ازدواج بکنه و من علایق خودم رو از دست بدم و دچار مشکل بشم. فرمودن برای آسان شدن ازدواج خوب انسان دو رکعت نماز بخونه و پشتش این دعا رو بخونه: اللهم انی اريد التزویج فسهلنی من النساء احسنهن خلقا و خلقا و احفظهن فی و فی مالی و اکملهن جمالا و اکثرهن اولادا. این دو رکعت نماز با این دعا علاوه بر مداومت بر خوندن این دعا: اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عن من سواک. یکی دیگه این دعا هم خوب تکرار بشه: اللهم انی اعوذ بک من بوار الایم، یعنی خدایا از تنهایی به تو پناه میبرم. اینها انشاءالله مسئله ازدواج رو سهل و آسان میکنن. علاوه بر اون فرمودن استغفار هر روز بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر ازدواج رو تسهیل و آسان میکنه. باز شخصی سوال کرده: من چندی پیش متاسفانه به جهت اینکه تو دنیا غرق شده بودم مرتکب گناه‌های بزرگی شدم. البته هر بار که گناه و معصیت می‌کردم توبه می‌کردم، ولی متأسفانه به جهت ضعف دوباره مرتکب گناه و معصیت می‌شدم و خودم رو سزاوار عذاب الهی می‌دونم، اما به هر حال امروز توبه کردم و میدونم خدای متعال توبه پذیره. حالا سوال من اینه: قصد دارم با یه انسان مؤمنی ازدواج بکنم که به حسب ظاهر او انسان مؤمن و متدینیه. حالا سوالم اینه: آیا باید به او بگم که من گناه و معصیت کردم و الان هم توبه کردم؟ قاعدتا اگه اینو بهشون بگم زمینه های گناه که انجام شده واسه اونها بیان بشه اونها پشیمون میشن. وظیفه من اینجا چیه؟ فرمودن انسان به خصوص در جوانی اگر گناه و معصیت کنه و توبه صادقانه بکنه، به این معنا قصدش باشه که هرگز به گناه بر نگرده، که تعبیر میکنن به توبه نصوح، خدا توبه او رو میپذیره، بلکه خداوند متعال تو قرآن میفرماد ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توبه کار رو دوست داره. نه تنها دوست داره، بلکه انسان توبه کار محبوب پروردگار متعاله. یه حدیث پر بشارتی بعد از این آیه که بشارت برای کسانی که توبه کردن از احادیثی است که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده، که خداوند متعال در یک حدیث به داوود نبی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماد یا داوود انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، من ناله انسان گناهکار رو بیشتر دوست دارم تا دعا و ذکر و تسبیح اهل ایمان و اهل تسبیح. بعد در همون حدیث قدسی خداوند متعال می‌فرماد چون گناهکار دل شکسته و دستی خالی به درگاه ما اومده، لذا ما او رو دوستش می‌داریم و خدا وعده داده تمام گناهان انسان آمرزیده میشه با توبه صادقانه.
اما انسان حق نداره گناهشو برای دیگران نقل بکنه. خود نقل گناه برای دیگران گناه بزرگتریه و لذا با توبه و خوش رفتاری و مدارا و گذشت و مشاوره و دوستی و محبت و اظهار این محبت به همسر، انشاءالله زمینه یک زندگی با برکت و با عاقبت به خیری نصیبتون میشه. باز تو زمینه نگاه سوال کردن، این سوال هم تتمیم اون سوالهای بحث نگاهی که ما در جلسات قبل مفصل راجع به نگاه بحث کردیم. آیا نگاه کردن شخص اما زن یا مرد به بدن خودش، اون هم به قصد لذت، البته در حالی که گناهی انجام نشه، اتفاقی نیفته، فرمودن گرچه این مطلب جایزه، حرام نیست، اشکال نداره، اما مؤمن سزاوار نیستی همچی کاری رو بکنه. ما در محضر پروردگار متعال هستیم، لذا از اینجور امور انسان باید خودداری کنه. برای نفس و سلامت روان انسان به مراتب بهتره که انسان تقوا داشته باشه. سوال بعدی، اگر دختر و پسری نامزد بشن و به یک دیگر وعده ازدواج بدن، هرگاه یکی از طرفین بدون دلیل نامزدی رو به هم بزنه، اگر در اثر صرف به هم زدن این نامزدی خسارتی به طرف مقابل وارد بشه، آیا این خسارت قابل مطالبه است یا نیست؟ پاسخ سوال اول اینه که اگر این ضرر مستند به شخصی یا جماعتی باشه، بله. یعنی خانواده داماد یا عروس طلب کردن مجلسی انجام بشه، شرایطی گذاشتن، اونها هم مجلس گرفتن، بله. اما اگر نه خود شخص این کار را انجام داده، قابل مطالبه نیست. باز سوال تقریبا شبیه یکی دوتا قبل همین بود که هرگاه در دوران نامزدی هدایایی رد و بدل بشه، اما از مصرف شدنی و مصرف نشدنی، در صورت به هم خوردن نامزدی، آیا این هدایا قابل استرداد هست یا نیست؟ پاسخ همونیه که عرض کردیم، اگر دو تا نامزد رحم باشن و به هم هدیه بدن، این هدیه قابل بازگشت نیست. بله، اگر فامیل نباشن و قبل از خطبه عقده، قابل بازگشته و الا قابل استرداد نیست. سوال بعدی، شخصی سوال میکنه برادر همسر من یک سال پیش با یک دختری ازدواج میکنه و تا الان هم اینها نامزد هستند، بینشون اختلاف پیدا شده و بعد از 8 ماه پدر دختر خانم از برادر همسر ما شکایت کرده و مهریه رو به اجرا گذاشته. برادر همسر ما میخواد با او زندگی کنه، ولی با این قصد و نیت که زندگی رو بر او تنگ بکنه تا او خودش تقاضای طلاق بکنه، این هم بگه به شرطی طلاق میدم که مهریت رو ببخشی. آیا من از این مطلب اطلاع دارم؟ باید به خانواده همسرش اطلاع بدم یا ندم؟ پاسخ اینه، در صورتی که خانواده زن و همسر این آقا مشورت بخوان، مشورت دادن با امانت و بدون کم و زیاد لازمه و الا تبرع نباید بکنه. صحیح نیست خودش ابتداءً بره به اونها این مطالب رو بگه. خوبه انشاءالله به این جوان هم تذکر داده بشه که اگر خدای نکرده انسان کم لطفی بکنه نسبت به بنده خدا، و خودش هم گرفتار آثار وضعی میشه. اگر انسان با دیگران مکر بکنه، خودش هم دچار مکر خواهد شد. سوال بعدی، نگاه کردن
به بدن دختر نامحرمی که قصد ازدواج با او هست، آیا جایز هست یا نیست؟ فرمودن ولو اینکه دختر خانم لباس نازک پوشیده باشه. پاسخ اینه، نگاه کردن به تمام بدن زن غیر از عورت با قصد ازدواج اشکالی نداره، اما نه نگاه فراوان به اندازه ای که آشنا بشه و اطلاع و علم پیدا کنه و بیش از اون جایز نیست. آخرین سؤالی که مطرح میکنیم تو این جلسه، بزرگواری سؤال کرده به تازگی از طریقی همسر مناسبی رو پیدا کردم و باش آشنا شدم و تصمیم گرفتیم، مهریه رو هم تعیین کردیم و میخواییم با هم دیگه ازدواج کنیم، ولی در این بین دو تا مشکله. یک این که پدر این دختر خانم اعتیاد داره، دوم این که از نظر من خیلی مهمتره، این خانم از زیبایی فوق العاده‌ای برخوردار نیست و من یه مرتبه هم بهش گفتم ما به درد هم نمیخوریم، منتها در اثر آشنایی و علاقه به من پیدا کرده و من نمیدونم چی کار کنم که آیا تو ازدواج با اون مردد هستم و این دوتا مشکل رو چجور حل کنم. پاسخ دادن که ما در حدیث داریم اگر انسان برای مال یا زیبایی دختری ازدواج کنه، خدای متعال از هر دوتای اون محرومش میکنه، ولی اگر برای دین و اخلاق با کسی ازدواج بکنه، خداوند متعال هم به او مال میده هم به او زیبایی عنایت میکنه. ممکنه شما سوال بکنید چجور زیبا میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن در چشم همسرش زیبا جلوه میکنه، ولذا انسان مؤمن باید به رحمت الهی امیدوار باشه، به عنایت خدا امیدوار باشه، دنبال آرزوهای زود گذر دنیا نگرده، بلکه در مسیر خدا به جهت قرب الهی به خاطر خدا ازدواج بکنه تا خدای متعال او رو مورد رحمت و عنایت دنیایی و اخروی خودش قرار بده. لذا اگر ازدواج قربتاً الله انجام بده، زندگی خودش رو بر اساس محبت و صمیمیت و احترام متقابل قرار بده، اساس ازدواج رو بل اخلاق پایه‌گذاری بکنه، نه مال دنیا و صورت‌های زیبای دنیا که دوامی نداره، یه همچین زندگی دنبالش حیات طیبه است. فرزندان صالح، زندگی خوب و شایسته و حسن عاقبت و از همه بالاتر رضای پروردگار متعال. خداوند متعال ما رو در مسیر رضایت خودش و پیغمبر اکرم و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین قرار بده. والحمد لله رب العالمین.